درود بر شما دوستان گرامی، آراد هستم از English for Persians. امروز درسی رو با هم دیگه نداریم، یعنی این ویدیو درسی نیست. این ویدیو با چند ویدیوی که پس از این خواهد آمد درسی نیستن. این یه برنامه بود توی ذهنم، مدتی بود بهش فکر میکردم که بیام انجامش بدم و به هر حال عقب میافتاد درسایی که خواسته میشد و اینها، باعث شد که این عقب بیفته. تا اینکه یه سری از دوستان یه اشاره های بهش کردن، یه کامنت های دادن و اینها، به فکر افتادم که زودتر این رو هم بیارم دیگه توی برنامه و انجامش بدم. راستش مدتی پیش با یکی از دوستان داشتم صحبت میکردم در رابطه با ویدیوها و اینها و ساخته شدنش و اینها، اطلاعاتی رو بهشون دادم و ایشون باورشون نمیشد. حالا خیلی توی جزئیات نمیریم. مثلا یکی از بچه ها کامنت داده بود که این بود کامنتشون، که این کامنتشون یادم نمیاد چی گفته بودن، ولی اومده بودن قدردانی کرده بودن از کارهاتون، ممنونم و ویدیوهاتون عالیه و اینها، و از مدرس و تهیه کنندگان این برنامه قدردانی میکنم و خدا قوت و از اینجور چیزا. و یا دوستان دیگه که در این باره پرسیده بودن یا قدردانی کرده بودن، و یه خانم از کانادا، یک آقا از انگلیس که پرسیده بودن چجور ویدیوها ساخته میشند و چون میخواستن که شبکهشون رو راه اندازی کنم، میخوان که برنامه های رو شروع کنم به ساختن و اینها. من بهشون گفتم که اوکی، من این برنامه دارم اونو انجام میدم و شما هم با شیوه ساخته شدن ویدیو آشنا خواهید شد. به این ترتیب درس امروز، نه ویدیو امروز، در رابطه با چگونگی ساختن این ویدیوها هست. میخوام با هم دیگه بشینیم و ببینیم که پشت صحنه چه اتفاقهایی داره میفته، پشت این دوربین یا دوربر این دوربین چه خبرهایی هست و من چه کارها انجام میدم تا این ویدیو به دست شما میرسه. از اون هیچش، از اون کامنتی که مثلا فلان درس رو میخوام، تا زمانی که این ویدیو درس به شکل ویدئویی جلوی چشمای شما قرار میگیره، چه کارهایی توش صورت میگیره و اینها رو میخوام با هم دیگه بررسی کنیم توی این ویدیو. پس با من همراه باشید. از اون ابتدا که کار آغاز کردم، یه برنامه داشتم، یه چیزی توی ذهنم بود، یه اصلی رو برای خودم داشتم و به اون پایبند بودم. اونم این که توی هیچ ویدئویی لباس تکراری نپوشم و هر بار پوشاکم عوض بشه. و خب به هر حال این رو دوست داشتم که عملیش کنم و موفق هم بودم. یک مورد اشتباه کردم، نمیدونم چرا، یه ویدیو رو ضبط کرده بودم با یه دونه از اون پیراهنم، بعد دوباره موقع ضبط یه ویدیو دیگه دوباره اونو پوشیدمش، ضبطش کردم، کارش انجام دادم، بعد دیدم وای این تکرار شد. به هر حال کسی بهش اشاره نکرد که آقا اینجا چرا اینجوری، یا مثلا این اصل ربطی رو پا، یا مثلا دیگه حقوقت قطع میشه، نمیدونم، از اینجور چیزا نبود. ولی خب کلن کار خودمه، اما این بر خودم یه اصل بود و یک بار این اتفاق افتاد. اما پس از مدتی، همین چند ماه پیش بود که به این فکر افتادم که اوکی، من که دارم این کار انجام، یک مسئله که پیش اومده بود، من هرچی پیدا میکردم لباسی که میخواستم بپوشم، گفتم خب این شبیه اوناست و این به نظر میاد همونه، درسته یکم فرق داره، ولی اینم مثل اون چارخونه است، اینم. و پیش خودم فکر کردم که نه، اینو نمیخوام، اینو نه، اونو نه، و دیگه گیر نمی آوردم، سخت شد بود. به این فکر افتادم که چرا خودم کار نکنم و چرا طرحی که خودم میخوام رو روی تیشرتم نداشته باشم، و افتادم دنبالش دوباره. مثل خیلی چیزها که سر در نمیوردم به چه ترتیب کارها رو انجام میدم، افتادم و راهش رو یاد گرفتم و شروع کردم به زدن پرینت ها روی تیشرت برای خودم. و دیگه پس از اون این لوگو رو هم که اضافه کردم بهش، و این رو برای خودم کردم اصل جدیدتر. حالا رنگاشون شاید تکرار میشه، اما طرحی که این رو هست دیگه تکرار نمیشه و این رو دوست دارم و حالا این کار رو انجام دم. حالا چی میشه و چه جوری میشه که این طرح رو من میارم اینجا، رو تو این ویدیو بهتون نشون میدم. یکی از کارهایی هست که من انجام میدم، و پس از اون دوباره مطالب دیگه داریم، ضبط کردن هست، وسایل من هست، اون ویرایشش هست و مسائل دیگه که دونه دونه بهتون نشونش میدم. امیدوارم که از دیدنش لذت ببرید.